به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید و یادتون باشه که سیستم ایمنیتون رو تقویت کنین تا کرونا نگیرین. خب، من در این برنامه میخوام بپردازم به یک داستانی که چه بسا براتون خیلی تعجب آور و شگفتی آور باشه. من در یک ایستگاه مترو در تهران، در ایستگاه مترو صادقی، مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و پلیس وایستاد تقریبا و نگاه کرد و کاری نمیتونستن بکنن. حالا براتون میگم داستان چیه و نظر خودم رو درباره قانونگذاری و درباره خیلی چیزا با شما در میون میگذارم. خب، داستان از چه قرار بود؟ بگذارین اول یک کلیپی رو بهتون نشون بدم. این کلیپ نشون میده در واقع درجه ای از کار انداختن پلیس، از کار انداختن نیروهای انتظامی که اینها در واقع مسئول و حافظ امنیت در اجتماع هستن، حافظ امنیت همه مردم در اجتماع هستن، اما اینها را از کار انداختن با یک قوانین پشمکی بیخود. حالا براتون اینجا داستان رو تعریف میکنم. اول بریم اینو ببینیم، اینو براتون میذارم گوش کنین ببینین که چی گفته میشه. یه زنی رفته نشسته رو ماشین پلیس و نمیاد پایین، نوشته تکلیف چیه، بیقانونی خودشون کم بود. حالا با بیقانونی میخوان شوهرشون رو حالا در بیارن یا شوهرشون رو در واقع نجات بدن. حالا داستانش چیه گوش کنیم، بعدم براتون میگم. اینو تو فضای مجازی دیدم و شوهر منو بذار بیا پایین، نمیاد بیا پایین، نه من پایین بیا نیستم، میشنوین چی میگه؟ پلیس بهش میگه بیا پایین، رفته بالای ماشین پلیس نشسته، میگه من پایین نمیام. میدونه اگه تو آمریکا بود چیکارش میکردن؟ همونجا سر ضرب یه با 10 تا سوراخ سوراخش میکردن. خب ببین، دیدین این از این زنه رفته اون بالا نشسته برای اینکه پلیس شوهرش رو به خاطر تخلف قانونی بازداشت کرده، میگه تا شوهرم رو آزاد نکنین. یه چنین داستانیه، نمیام از ماشین پلیس نمیام پایین. در آمریکا اگر بودش سوراخ سوراخش میکردن، سوراخ سوراخش رو میوردن پایین، اما نه اینکه من با اون موافق باشم، نه، ولی میگن که نه به اون شوری شوری، نه به این بینمکی. حالا داستان خودم رو تعریف میکنم. یه عکس از اینجا ازتون نشون میدم. این بازوی منه، ببخشین از اینکه لخته، من ناچار بودم در هر صورت برای اینکه ببینین. خب برای اینکه بخوام عکس بگیرم این رو جلو آینه وایستادم، از دوش اومده بودم بیرون، جلو آینه وایستادم. پس از در واقع یه هفته هم گذشته بود، این بازوی من 3 هفته سیاه و کبود بودش. تازه این اون موقعی که عکسو گرفتم در بدترین شرایطش نبود. خب دارین میبینین که چه اتفاقی افتاد. خب اینو ببندم، یه موقعی یه کسانی نگن که من میخواستم اینجا بازومو نشون بدم، خدایی نکرده به نمیدونم به کجاشون بر بخوره. خب در صورت اینو دیدین، حالا داستانشو براتون تعریف میکنم. من رفتم متروی صادقیه چند هفته پیش، الان دیگه بیشتر از 3 هفته گذشته، و دیداری داشتم، یه جلسه مهم داشتم که باید سر ساعت 1 اونجا میرسیدم به یک ایستگاه متروی در تهران. پس بنابراین از کرج رفتم، یه سناب گرفتم، رفتم ایستگاه متروی صادقیه، اونجا پیاده شدم. همین که اومدم از بالا داشتم میومدم پایین، یه 4-5 تا پله که شما میایین پایین، یک گدایی یا یک زنی اونجا نشسته بود پایین پله و با یک نوزاد بیحال روی زانوش، 4 زانو زده بود نشسته بود. این نوزاد بدبختم گذاشته بود اونجا توی گرما هم داشت بیداد میکرد اون روز، در گرما و در خاک و در معرض رفت و آمد و شد مردم، اون پایین پله نشسته بود گدایی میکرد.
بهش گفتم که خانوم شما داری کودک آزاری میکنی، این طفل معصوم گناه داره. دقیقاً واژه‌ای که گفتم بهش، این طفل معصوم گناه داره، داری گناه میکنی، پاشو برو خونت، برو کار کن مثل ما که کار کردیم. من در تمام دوران تحصیلی تا ارشدم رو گرفتم، تمام آخر هفته ها میرفتم خونه سالمندا کار میکردم و کمک هزینه تحصیلیم بود که نخوام پولی قرض بکنم. حالا در صورت دولت دانمارک هم خدا عمرشون بده یه کمک هزینه تحصیلی میداد، برای اینکه کم نیارم کارم میکردم. کار کردن که عیب نیست. خانه سالمندان میرفتم تمیز میکردم خونهشونو، براشون غذا میپختم، میبردمشون پارک، همین کاری که دست یه مددکار اجتماعی برمیاد. خب در صورت اونجا در اون زمان نیاز نبودش که من، چون دارو نمیدادم بهشون، کارم فقط در حد سوشلایزینگ بود یا مددکار در این سطح و چیز دیگه، قبول میکردن که دانشجویان هم میتونن این کارو بکنن. خب این از این. به این خانم گفتم که شما پاشین برین کار کنین با این بچه طفل معصومو که اینطوری در معرض گرما قرار دادی، این کار خیلی زشتیه. بعد شروع کرد به چیکار کردن، به فوش دادن به من، زنی که فلان فلان شده، تو که خودت از قیافت معلومه وضعت خوبه. حالا قیافه من چی بود؟ الان اینجا بهتون رو در یه برنامه دیگه نشون میدم، یه مانتو زیر زانو تا زیر زانو، یه شلوار معمولی چه میدونم کونه و کفش سپورتی، چیزی نبودش. ولی اون شروع کرد به فحاشی. بعد من یه خورده رفتم گفتم ولش کن، اومدم که از پله برم پایین رامو ادامه بدم، گفتم نه من باید یه عکس از این بگیرم، نه به خاطر اینکه عکس از این آدم بگیرم، به خاطر اینکه این یک موزل اجتماعی واقعا به هم برخورد در یک ایستگاه مترو که این همه تردد هست، همه آدم ها میان میرن، یک کسی نشسته اونجا یه بچه ای رو هم، یک کودک نوزاد بدبختی رو هم گرفته رو زانوش، بهشم قرص خواب داده که این گریه نکنه، بیدار نشه، ساکت باشه. قشنگ معلوم بودش گدایی میکرد و متاسفانه دیدم که خیلی آدم ها بهش پول میدن و من مخالف هستم که به این اشخاص پول داده بشه، برای اینکه یه مافیا پشت این هاست. من در این باره برنامه ساختم چندی پیش رو کانال هست، حالا لینکشو اینجا میگذارم وقتی این برنامه رو پست کردم. خلاصه خانم آقایی که شما باشین، تا من رفتم تلفن همراه همو در بیارم از این عکس بگیرم، مثل نمیدونم، مثل آتیش باره، مثل برق و باد، من نمیدونم این چی بود، بچه رو زد زیر بغلش، نوزاده رو، اومد با مشت و لگد افتاد به جون من که تو حق نداری عکس بگیری. حالا حق نداری عکس بگیری، تو نشستی اونجا داری در ملأ عام گدایی میکنی که حق نداری عکس بگیری، من فکر میکنم یه چیز بیخوده. تو کار غیر قانونی نکن تا کسی حق نداشته باشه عکس بگیری. حالا ممکنه مثلش که نباشه، ولی نیت من این بودش که به این موزل اجتماعی بپردازم و جیغ و داد میزد و من اینو سعی کردم که تلفونم رو حفاظت بکنم و این رو در واقع از خودم دور بکنم و میخوام بگم لگد زد به مچ پا، مچ پای من هنوز ورم داره و رفتم دکتر و هنوز که هنوز ورم داره و نمیدونم چی شدهش. در هر صورت پلیس اومد، سه تا پلیس اومدن اونجا، یه تعدادی مردم جمع شدن و پلیس این مرتب حمله میکرد. من بهش گفتم که بگی بشین سر جات، بچه رو داری اذیت و آزار میکنی، من که به تو حرفی نزدم. بعد فوش میدادش. در صورت پلیس ها مایستاد و نگاه میکردن و حمله میکرد، حمله ور میشد. به پلیس گفتم چرا جلوشو نمیگیرین؟ پلیس گفت ما نمیتونیم خانم، ما نمیتونیم. خب یه آقایی اومد لباس شخصی و برای اینکه منو از چنگ و دندون این، آهان دستشم انداخت تو صورت من، میخواست واقعا انگوشش بکنه تو چشم. مثلا نمیدونم که این پدیده چی بود، عمرن به این سن و سال رسیدم چنین چیزی ندیدم که یک کسی اینقدر وحشی و افسارگسیخته باشه. چنگاش و پنجولش رو انداخت تو صورت من که در واقع چنگ بندازه. من انگشت شستش رو گاز گرفتم کشید اون بر،
یعنی این تنها کاری بود که من میتونستم بکنم. و بهتون میخوام بگم شالم افتاد، گل سر به سرم بود افتاد، و در واقع این در این حد بودش، این در این حد وحشی بود. من نخواستم که بزنمش، نخواستم که همونطور که اون به من حمله کرد کاری بکنم، چون این بچه رو گرفته بود زیر بغلش اینطوری. من میترسیدم این نوزاده بیفته زمین، یه چیزیش بشه. فکر اون نوزاده بدبخت قربانی یک چنین فجایعی بودم. خب یه آقای لباس شخصی اومد و منو هدایت کرد، گفت خانم با من دنبال من بیاین، دنبال من بیاین، بیاین عدس این شکایت کنین. من دنبال اون آقا رفتم برای اینکه از این صحنه دور بشم، شالمو برداشتم سرم کردم، گل سرمو زدم و از این صحنه دور شدم. اونجا تو همون ایستگاه متروی صادقیه ایستگاه پلیس هست. خب دو سه تا پلیسی که اینجا بیرون بودن، این آقا منو هدایت کرد به دفتر همین مقام پلیسای انتظامی. در رو که با کردم اونجا دیدیم که این زنه رو گرفتن، بچهش هم اونجا بیدار شده، حالا داره برای اینکه این جیغ میزد و پلیس میگفت این بچه رو از کجا آوردی، این بچه خودته، اینو از کجا آوردی، از کجا نمیدونم کرایش کردی. خب ادعا میکرد که بچه خودشه، شوهرت کجاست، داشتن بازجوییش میکردن، دستش هم دستبند زده بودن، بسته بودنش به صندلی که نپره به من. من اومدم تو اون آقای لباس شخصی که منو هدایت کرد اونجا، یه 4 تا پلیس دیگه هم تو اون دفتر بودن، میخوام بگم 7 تا پلیس در مجموع اونجا حضور داشتن. من به این پلیسا گفتم که، گفتن شما میتونین عدس این شکایت کنی، بهشم گفتن تو شاکی داری. گفتم که آقای پلیس من ساعت 1 باید یه جایی باشم، حالا ساعت چند بودش؟ ساعت 12 و نزدیک 12 و نیم شده بود و راه دور بودش، باید میرفتم طرفای شرق تهران. گفتم من وقت و حوصله این کارا رو ندارم، ولی شما به عنوان پلیس و مأمور انتظامی این کشور وظیفه دارین که یک کسی که مثل من مورد ضرب و شتم قرار میگیره حفاظتش بکنین. در ضمن این مایه آبروریزی، این کودک آزاری، این بدبختی برای جامعه، و من دلم به حال این نوزاد سوختش، این بدبخت بیچاره چه گناهی کرده. بعد پلیس نورداشت نگذاشت، گفت خانم این کار من و شما نیستش که به من چه مربوط که بخوام بیام درگیر این کارا بشم. گفتم به شما که رفت داره که یه چنین کسی رو اجازه ندین این دفترشون تا اونجایی که این زن نشسته بود یه شاید مثلا 30 متر فاصله داشت یه همچی چیزی، ولی شما نباید اجازه بدین که توی یه ایستگاه متروی عمومی یه چنین شخصی بشینه و کودک آزاری بکنه، نوزاد آزاری بکنه، و شما منفعل از کنارش بگذرین و اجازه بدین. من در زمان تحصیلاتم کار کردم، این زن جوون چشه که نمیره کار کنه. ما الان هم اون موقع یه چند هفتهی بودش که برادر من دنبال یه کسی میگشت بابا بیاد خونش رو تمیز کنه، خودش وقت نمیکنه. زنگ زده این ور اون ور میگن که یه ما دیگه وقت بهتون میدیم. بعد شما ببینین که چه خبره تو این جامعه، اینا چقدر ببخشین تنبل و یه ما تحتشون رو نمیتونن جمع جور کنن برن کار بکنن، میشینن اونجا. بعد یه کسانی به من گفتن اینا درآمد خیلی بالایی دارن، روزی چند میلیون در میارن، و در واقع این یه مافیا پشت اینه، این کودکارو هم اجاره میکنن، برخی از این کودکارو هم خودشون میزان. و یه کسانی رفتم مطالعه کردم مقالات از جوان آنلاین و کلی مقاله خوندم و اینا، متوجه شدم که اصلا یک زنانی هستن میرن یه چنین کودکانی به دنیا میارن برای این کار، یه زنانی هستن که حتی میان یک داروهایی یه چیزایی میخورن که این کودکه یه کودک ناقص الخلقه بیاد دنیا که اینو ببرن ابزارش بکنن. من با خودم تمام اینا رو که سنجیدم و فکرشو کردم واقعا داشتم منفجر میشدم موقعی که مطالعه کردم. و یک کسانی از دوستان به من گفتن که خانم زمانی شما شانس آوردی که این بچه از دست این نیفتاده، خودشون هم عمدن بچهشون رو میندازن زمین یا میزنن به یه جایی که از یک کسی پول بگیرن و در واقع بیان شما رو به قول آمریکایی‌ها سو بکنن یا شکایت بکنن از دستتون، شما از یک شر اعظم خلاص شدین.
وقتی که با چند نفر دیگه در میون گذاشتم. حالا من اصلا نمیخواستم این رو بیام اینجا مطرح کنم، این رو میگم که I had this in the back of my mind، یعنی تو فکرم بودش که در یک زمان مناسب به این بپردازم از جنبه حفاظت منافع مردم معمولی از شر یه چنین عناصر خطرناک. و تازه یه کسانی به من گفتن خیلی از اینها چاقو هم دارن، خیلی آسون چاقو میکشن و این داستانا. پلیس هم به من گفت، پلیس ها به من گفتن این خودش قربانی یک چنین شرایطی هست، چه بس خودش یکی از همین نوزادا بوده. من حدس میزدم این زن یه 27-28 سالش بود و در واقع اینطوری. خب اومدن که ورق رو آوردن، این چیزا شکایت نامه بنویسین. من شکایت نکردم از دستش، برای اینکه خودم وقت نداشتم و در هر صورت دیدم که حالا من شکایتم بکنن، یکیشون رو بگیرن پیگرد قانونی داشته باشه، بقیهشون رو چیکار کنیم. بنابراین با اینکه نمیخواستم برنامه بسازم، ولی لازم و واجب دیدم وقتی این کلیپ رو دیدم که پلیس منفعل اونجا وایساده، زنه رفته بالای ماشین پلیس، نمیتونن بکشنش پایین، حالا برای چی؟ ببینین، من یه سریالی بود به نام ملکه گدایان، این رو با همسرم نگاه کردیم. یه حالا نمیگم همه اپیزوداشو یا همه اون چیزا که اتفاق افتاد، اون موقع باورم نمیشد. به همسرم هم گفتم ولش کن بابا، این یه چیز سریال بی خودی دروغه، باورم نمیشد. ولی بعدن که رفتم، بعد از اون رفتم مطالعاتی رو انجام دادم و برنامه‌ای ساختم درباره این کودکان کار و بچه های بی سرپرست و کودکان قربانی و نوزادان قربانی یک مافیای مخوف که پشت اینا هست، یه مافیایی که اینا رو معتاد میکنن، یه زنایی رو مثل اینا معتاد هستن. و این اگر که بگیم که فرزن 10 میلیون یا 50 میلیون درآمد داره یا 30 میلیون درآمد داره، یه بخش مهمیشو باید بده به اون مافیا و اینها جا دارن. یعنی اگه یه گدایی دیگه بیاد در اون جایی که این هست نزدیک اون بشینه، اینا با هم در میفتن و بعد جوری هم در میفتن و کارشون ممکنه به وحشیگری های خیلی بدی کار به جایی ناجایی برسه. در صورت الان باور محکم دارم که اون سریال ملکه گدایان واقعیت هست، واقعیت محض هست در جامعه ما. البته بنگاه های خیریه جایی هستن که سعی میکنن اینا رو جمع کنن و کارایی بکنن، اینم خوندم، باید خدایش بگم که این رو هم خوندم و سعی میکنن که با اینها مبارزه کنن. و حالا اون پلیسه میگفت بهزیستی باید بیاد اینا رو جمع کنه، کار من و شما نیستش. خب چه بسا درست میگفت، ولی در هر صورت این پلیسا اونجا، من گفتم خیلی خوب، شما هر کاری خودتون میخواین با این شخص بکنین انجام بدین، من شکایت نمیتونم بکنم چون وقتشو ندارم، باید برم. من صحنه رو ترک کردم رفتم. بعد دو هفته برام پرسش شده بود چرا این پلیس ها از من حفاظت نکردن و من پام آسیب دیدش، مچ پام هنوز ورم داره و این چیزه، این علامت کبودی که روی بازوی من بود که از اینم که اینجا نشون دادم بدتر بودش، این تازه دو روز پیش محو شده. یعنی بعد از این همه سال من یه قرص ضد التهاب خوردم که در واقع حل بشه بره. حالا اصلا موضوع سر من نیستش، موضوع سر اون ضرب و شتمی که اون زن وحشی با من انجام داد نیستم. موضوع من موضوع اینی که چرا در جامعه ما، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران، ما باید نظارگر و شاهد یک چنین صحنه هایی باشیم و یک چنین کسانی رو ببینیم که از روی حالا تنبلی، از روی فقر، از روی یه مافیا بازی، اون طرح هزار ضربه چاقوی اسرائیل که همه جا نفوذ کردن و یه چنین مافیاهایی رو حمایت میکنن و در واقع اینا رو میسازن. خب من چشمم بسته نیست به روی اینکه این میتونه از روی فقرم باشه. و خب به پلیس میگم که این زن چه شکلی نمیتونه بره کار کنه؟
مگه ما کار نکردیم، تحصیلات کردیم، تمام عمرم کار کردم، تمام عمرم از سن 18 سالگی تا همین الان، این چشه که نمیره کار کنه؟ بعد پلیسه میگه خب خانم آدم ها متفاوتن، یک کسانی نمیتونن کار کنن، یعنی اینطوری نیستن که کار کنن. این هم از جواب پلیس. حالا داشتم میگفتم دو هفته بعدش کار داشتم اونجا و دوباره گذارم افتاد ایستگاه صادقیه. گفتم خیلی خوب، من باید برم تتوی اینو دارم. چرا این پلیس ها وایستادن نگاه کردن که من مورد ضرب و شتم قرار بگیرم و کاری نکردم. رفتم توی در زدم و رفتم تو. اتفاقا پلیس خیلی خوب من رو یادش بود. گفتم یادتونه؟ گفت بله بله، شما شکایت هم نکردین ولی ما این رو از اینجا جمعش کردیم، دیگه نمیاد اینجا، دیگه میترسه بیاد اینجا. گفتم میتونم بپرسم سرکار چرا شما از من حمایت نکردین اونجا، جلو این رو نگرفتین؟ گفت خانم ما نمیتونیم دست بزنیم به زنا، پلیس زنم اون روز نداشتیم، ما نمیتونستیم دست بزنیم به این زن، اگه دست داده بودیم به این زن واویلا میشد. در ضمن اون آقای پلیس یا اون سرکار یا اون که حالا نمیدونم ستارم داشت و رئیسش هم اونجا نشسته بود، سه تا ستاره داشت و من این درجه بندیاشون رو نمیدونم، به نظرم آدم هایی اومدن که اصلا و ابدا دوست ندارن که یه مدلی فعال باشن در جامعه، یه واقعا مثمر ثمر قرار بگیرن. شروع کرد به من صحبت کردن از این که ما واسه چی باید بریم نمیدونم یه چنین چیزایی خودمون رو به خطر بندازیم با اون درآمد چه میدونم ناچیزه، با این افزایش قیمت ها و با این چیزا. شما فکر میکنین که این شرایط درسته؟ اونم از روی فقر رفته داره این کارو میکنه. یعنی میخوام بگم دیدگاهشون کاملا یه دیدگاه منفعل سمی بودش و من وقتی که به این پلیسا گوش دادم و دیدم که اینا خودشون چقدر ضد همه چیز هستن در کشور، خودشون چقدر ارزش هاشون دچار اختلال شده، ارزش هاشون دچار اضمحلال شده و چه بسا بهشونم تا حدی حق میدم، خب پلیسی که قدرت ازش گرفته شده و کاری نمیتونه بکنه، از کار انداختنش، درآمدشون هم که اونطور که اون میگفت اونقدر رشد نکرده که پاسخگوی افزایش قیمت ها باشه و تورم هم داره بیداد میکنه. آقای رئیسی هم هنوز با این دولتی که داره، با اون وزیر اقتصادش و با اون رئیس بانک مرکزیش نمیتونه اینا رو کنترل کنه. حالا براتون یه برنامه دیگه میسازم ببینین چرا. در صورت تا حدی من دیدم که اینا هم، این بند خدا هم راست میگن، به چه دلیلی برای چی باید جون خودشون رو به خطر بندازن و با اراذل و اوباش درگیر بشن به خاطر حفاظت از جون و یا در واقع اینکه یک کسی دیگه، یه شهروند دیگه مورد ضرب و شتم قرار نگیره. و من از روی انسانیت به این زن نه حمله کردم نه کاری کردم، فقط بازدارندگی بود. وقتی چنگ انداخت تو صورتم تنها کاری که میتونستم بکنم که انگوشش رو یه گاز بگیرم، همین. در هر صورت این جنبه، یکی از جنبه های بسیار منفی و زشت این قضیه اینه که وقتی که مسئولین اجازه میدن یک چنین افرادی بشینن در معابر عمومی و گدایی علنی بکنن، علنی گدایی بکنن و این صحنه مرتب دیده بشه توسط آبرین، چی میشه؟ خب مردم حساسیتشون از بین میره. این میشه روزمرگی جامعه، این میشه اون چیزی که در جامعه قرار باشه، ما هم باید مشاهدگرش باشیم، اشکالی هم نداره. اینطوری شده الان در ایران ما. الان آدم ها، فکر نکنین که آدم های گذشته هستن که خیلی برای دیگران ناراحت میشدن یا در واقع رگ گردنشون میزد بالا، نه، الان خیلی از ایرانی ها منفعل شدن و اصلا و ابدا نمیخوان نه درگیر یه چنین موضوعی بشن، نه درگیر اون سیستم قضایی بشن که بیشترش کاغذبازیه.
شما فکر کنی من اگه رفته بودم شکایت کرده بودم از این زنه، حالا باید یه پام تو دادگاه باشه و یه پام تو خونه، وقتی که ندارم، وقت پر ارزشی که اصلا و ابدا نمیخوام برای این چیزا بگذارم. خب این حساسیت زدایی به دیدن نوزاد آزاری، کودک آزاری و خشونت در جامعه، آیا این به نفع جمهوری اسلامی ایران هست، جامعه جمهوری اسلامی ایرانی یا ایران؟ به باور من ما بدجوری داریم میریم به لبه پرتگاه. خب برخی میان میگن شما چرا چیزایی منفی میگین، نه بیاین گل و بلبلی مثل برخی از این تحلیلگرا هستن برای اینکه کانالشون رشد بکنه همه چیزو گل و بلبلی نشون میدن، اصلا به موضوعهای مهم نمیپردازن، کارشون هوچیگریه. خب متاسفانه من از اون دست نیستم، دنبال جذب بینندم نیستم، همین یه تعدادی بیننده خواص داشته باشم یک دونهشون میارزه به هزاران از اون دست بیننده هایی که هوچیگری رو دوست دارن و دوست ندارن با واقعیت های زندگی و کف جامعه در واقع روبرو باشن و یا بدونن. حالا نکته ای رو که میخواستم اینجا با شما مطرح کنم اینه، من بارها گفتم که بذارین من نوتمو من نگاه بکنم ببینم چی نوشتم که اینجا میخوام برگردم به نوشته هام. خب گفتم که پلیسی که در واقع وظیفش و مسئولیتش حفاظت از جون دیگر شهروندان هست، یا در واقع جون شهروندان، امنیت جامعه، نظم و ترتیب در جامعه، اینو از کار انداختن و میدونین که من حمایت کننده دخالت دین در حکومت هستم، من صاحب نظر هستم، مثل برخی منفعل نیستم، اونایی که سکولاریزم رو دوست دارن و دین گریز هستن و بچه های ما رو دارن دین زدایی میکنن، من اونطوری نیستم. من از ته دلم اسلام ناب رو قبول دارم و شیعه هستم و دخالت دین در حکومت رو واجب و لازم میدونم برای تمام جوامع جهانی. اگر که نبود الان چی بود؟ اگر ما ولایت فقیه رو نداشتیم و اوامر و دستورات رهبرمون نبود به بقیه مسئولین الان چی شده بود؟ یا به قانونگذاران الان مثل آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپا، همونطور که ما اینجا غرب گدا و بدبخت زیاد داریم، الان همجنسگرایان اینجا پا گرفته بودن، همجنسگرایی و در واقع ازدواج محارم. پس دخالت دین در حکومت و قانون لازم و واجبه، اما یه جاهایی دیگه نباید اینطوری باشه، دخالت دین در حکومت به صورت معقول و منطقی و با عقلانیت. خب این جایی بودش که میگم بسیار خوب بودش، ما همجنسگرایی نداریم، قانونی نشده در کشورمون، خواهر نمیتونه با برادرش ازدواج کنه، دم ولایت فقیه گرم که اجازه نمیده یه چنین چیزایی. یعنی ولایت فقیه فقط رهبرمون نیستن، یه مجموعه است. خب توجه بکنین چی میگم. اما اون کسی که اون سر نشسته رهبرمون هستن. خب این از این. اما وقتی که میان میخوان قوانین اسلامی رو همه جا پیاده کنن که مرد نباید دست بزنه بزن، مثلا یه پلیس نباید اون آشوبگر رو که رفته رو تاق ماشین پلیس نشسته بگیره بازوشو بگیره بکشتش پایین یا بیارتش پایین، دو تا پلیس مرد یا یه دونه پلیس مرد میتونستن این زنه رو بردارن بیارنش پایین، ولی این کارو نکردن. این سه تا پلیس هم که تو ایستگاه متروی صادقی وایستادن نگاه کردن و دست نزدن به این زنه، در نهایت چی شد؟ فکر میکنم که دستبند زده بودن بهش، با دستبند کشونده بودن برده بودنش تو اون اینجا بدونی که بهش دست بزنن. خب این واقعا میخوام بگم که این درش خرد و منطق هست، این مدلی ما دخالت دین در حکومت رو اینطوری میخوایم؟ من فکر میکنم اینجا واقعا غلطه و باید این داستان این که پلیس مرد نباید دست بزنه به یه زن خلافکار، این حماقت محضه. پلیس میدونین چی گفت به من؟ گفت خانم ما نتونستیم چیز کنیم برای اینکه ما پلیس زن نداشتیم که بیاد اینو بگیره،
یا بازداشتش بکنه یا دستشو بگیره یا نذاره به شما حمله ور بشه. ما پلیس زن نداشتیم. منی که مخالف این هستم که اصلا ما پلیس زن در جامعه داشته باشیم، چون این پلیس زن داشتن، یا نمیدونم، یه برنامه درست کردم درباره زنان هزاره در افغانستان که رفتن تو ارتش نارنجک پراکنی و نمیدونم با مسلسل وایستن آدم بکشن، اینا رو، این هدیه آمریکایی است به جامعه افغانستانی. اونو دربارش برنامه ساختم و گفتم زنان میتونن در خیلی از زمینه‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی و تمام زمینه‌هایی که برای جامعه بشری مفیده تحصیلات بکنن، فعال باشن، ولی یه جاهایی دیگه فکر میکنم باید ما به عنوان زن اون محدودیت‌های خودمون رو بدونیم، چارچوبا رو بدونیم. و اگر ما نمیدونیم، خب یه قوانینی باشه. ما پلیس زن میخوایم چیکار؟ اشکالی نداره پلیس زن در دفتر باشه و کیسا رو مورد بررسی قرار بدن، مواردی که پیش میاد این که، ولی این که پلیس زن بخواد بره، اونم پلیس زن چادری و چادر چاخشور، دیدین که تو فیلم ها، بخواد بره حالا مثلا با یه زن چه میدونم وحشی از این دست بخواد در بیفته، و چه بسا باید سلاح هم داشته باشن، و چه بسا بخواد این پلیس زن دخالت بکنه در خشونت در جامعه و در واقع در تمام این وحشیگری هایی که تو جامعه پیش میاد، پلیس زن هم حالا باید بره درگیر این بشه. من مخالف این تفکر و فلسفه و فرضیه هستم که دستگاه انتظامی ما پلیس زن باید داشته باشه که در واقع چی؟ اینا مسئول باشن که اگر زنی خلافکاره، خب اونا دستگیرش بکنن یا اونا بهش دست بزنن. این دیگه خیلی غلطه، این دیگه far out به قول آمریکایی‌ها. اینجا دیگه من فکر میکنم که باید یه بازنگری بشه و دخالت دین در حکومت، در دولت، در قانونگذاری درست اجرا بشه. خب من واقعا باورم اینه که ما پلیس زن احتیاج نداریم به اون صورت که پاش بخواد پاشه بره در صد کف جامعه با ارازل و اوباش درگیر بشه و در واقع مورد خود پلیس زنه مورد ضرب و شتم قرار بگیره، یا اونا رو مورد ضرب و شتم قرار بده، و یا بخواد حالا نمیدونم با یه سلاحی چیزی زد و خورد بشه. خب این غلطه، ولی باور محکم دارم به این که مردان در انتظامیمون و در کل این مجموعه‌ای که مسئول حفاظت از امنیت جامعه و جون شهروند هستن، اینا همشون باید اجازه داشته باشن که دستشون به بازوی یه زن خورد یا دستشون به یه زن خورد، این دیگه مشکل دینی و نمیدونم مذهبی و این چیزا نداشته باشه. دیگه لطفاً فاکتور بگیرین از این موضوع ها و این یک بدبختی کامله که جامعه ما گریبانگیرش شده. من این برنامه رو ساختم که از این تجربه بسیار بد خودم با شما صحبت کنم و خواهش کنم از مسئولین که بازنگری بکنن در قانونگذاریشون. راهش آوردن پلیس زن نیستش. توی این سریال گاندو و که من اتفاقا خیلی دوست داشتم اون سریالو، دیدیم که پلیس زن بودش. خب پلیس زن چه بس اونا باید بشینن کارهای دفتری و پشت صحنه رو انجام بدن، مدیریت بکنن مردا رو، نه اینکه خودشون برن کف جامعه و این و در واقع یه چنین مسئولیت هایی رو داشته باشن. ببینین، من صاحب نظر هستم و این چیزایی رو که میگم باور عمیق قلبی دارم بهش که اینها به نفع جامعه ماست، به نفع جوامع بشریه. زنان کسانی هستند که بچه میارن، فرزند آوری از آن زنان هست. زنان باید اون روحیه لطیف و نرمدلی خودشون رو نگه دارن، نباید گیر و گرفتار و درگیری چنین چیزایی بشن در جامعه. این همون چیزی هستش که جوامع غربی رو برده لبه پرتگاه، از اون بالا دارن پرت میشن پایین.
آیا این چیزی است که ما میخواییم در جامعهمون؟ فکر کنم که نه، این چیزی نیست که ما بخواییم. امیدوارم که این کلیپ من به دست مسئولین برسه و رسیدگی بکنن و حالا امیدواریم که درآمدها هم بره بالا و معادل بشه با افزایش قیمت ها، که این قوای انتظامی ما اینقدر منفعل نباشن. یکی از دلایلشون هم اینه که واقعا فقط هم این نبودش که نمیخوان دست بزنن به یه زن. یا به من چه مربوط؟ من واسه چی باید حالا با حقوقی که دارم که هنوز مستاجر هستم، اجاره نشین هستم، اون پلیس به من میگفتش یا پلیسا میگفتن؟ خب من بهش تا حد زیادی حق دادم که خب چه چیزی باعث میشه که اون یه چنین تفکری پیدا کنه. البته میخوام بگم که ما شهیدانمون رو داشتیم که رفتن خودشون رو فدا کردن، جونشون رو فدا کردن، حقوق هم نداشتن. ولی متاسفانه جوامع بشری امروز خیلی ماده‌گرا شدن، یعنی همه چی دور و بر پول و مادیات دور میزنه. من بسیار متاسفم برای اون نیروی انتظامی که در اون ایستگاه پلیس باهاشون صحبت‌های زیادی داشتم. همه‌شو من نمی‌خوام اینجا بگم، خوب نیستش که بگم، من نمی‌خوام بگم، نمی‌خوام که هیچ مشکلی براشون پیش بیاد. در هر صورت تا حدی فهمیدمشون، ولی دو شب بیخواب شدم از اون چه که میبینم. در هر صورت عزیزان من، امیدوارم که این رو به اشتراک بگذارین و حالا زنگوله رو فشار بدین، پسند رو، نظرتون رو بنویسین. مهمه که اون چیزی که مهمه اینه که من داشتم، هدف من اینه بود که اون اصلا با اون زن کاری نداشتم، با اون جریانی که اون پشت هست میخواستم برنامه بسازم و من نتونستم ازش عکس بگیرم. فقط چیزی شد که تونستم تلفن همراهمو حفاظت کنم، برای همین اون امکان رو پیدا کرد که به من حمله ور بشه با مشت و لگد. و اینا خیلی هم وحشی هستن. یک کسانی گفتن اینا مواد هم میزنن و تمام این داستانا. خب ما نباید یه چنین قربانیانی در جامعه خودمون داشته باشیم. میخوام بگم که ناسلامتی، ما جمهوری اسلامی ایران هستیم یا با سلامتی. امیدوارم که ما بتونیم این مهم رو با اهداف این مهم خودمون رو هماهنگ بکنیم و برسیم به جمهوری اسلامی ایران. ما دور شدیم از جمهوری اسلامی ایران، اون اهدافی که امام خمینی آغاز کرد. ما خیلی دور شدیم. و چرا دور شدیم؟ با دور دادن به یه مش زالوزاده که جامعه رو چاپیدن و جنگ نرمم که قربونش برم خبری نبوده، فقط بگیر و ببند بوده و بشینن دیش مردم رو بگیرن و اینطوری. الان هم دارن همون کار رو میکنن در رابطه با حجاب. خب دل من واقعا پره، برای اینکه دلم میسوزه برای کشورم. من دلم برای کشورم میسوزه، عاشق کشورم هستم، عاشق مردمش هستم، عاشق دین اسلام هستم، اسلام ناب، عاشق مذهبم هستم. و هر کسی که بخواد اینا رو خراب بکنه، اینا رو کمرنگ بکنه و با اینا در بیفته و فساد ایجاد کنه، من خودم موظف میدونم به عنوان یک شهروند که منفعل از کنارش نگذارم. از شما هم خواهش میکنم عزیزان من، منفعل از کنار یه چنین چیزایی نگذارین. نه اینکه برین درگیر بشین با آدما. من نه اون زن رو زدم، نه هیچ کارش کردم، در صورتی که میتونستم. در هر صورت منم بالاخره برای دفاع از خودم میتونستم یه کاری بکنم، ولی ملاحظه کردم. نمیگم که برین با دیگران در بیفتین، نه. به طور معقول و منطقی وظیفه ماست چیزایی رو که میبینیم بده عنوان بکنیم، با مهربانی بگیم، با دلیل و منطق بگیم و به گوش مسئولین برسونیم از همه مهمتر، و منفعل نباشیم. با منفعل بودن هیچ پیشرفتی در جامعه پیش نمیاد. اون کسی که من میخوام بگم خطرناکتر از اینجا خیلی گرمه، ببخشید، خطرناکتر از آدم هایی که حتی خیلی زیاد مخالف عقیده شما هستن و شما رو میکوبن و حتی چیزای بد ممکنه درباره شما بگن،
من اینو ترجیح میدم به آدمای بی تفاوت. اینو واقعا دارم میگم. آدمای بی تفاوت خطرناکتر از کسانی هستن که در واقع فعال هستن و بودن و زندگی و پیشرفت و تعالی تکامل بشر، ارزش‌های انسانی و اخلاقی، اینا چراغ راه زندگیشونه و حاضرن برای اینها مبارزه کنن به راه درستش. خب خیلی حرف زدم. با عشق برای عاشقان ایران و آب گلابم ریختم توش. سلام بر سردار دلهامون، لعنت بر تمام یزیدانی که پیدا میشن، یزیدان جامعه، تمام تروریستا و تمام کارشکنهایی که باعث میشن یه چنین چیزایی رو ما در جامعهمون ببینیم. امیدوارم که این رو من نامش رو میگذارم همون طرح هزار چاقوی اسرائیل. نمیخوام بهشون خیلی بها بدم، اینا در هر صورت رفتنی هستن، اما یه خرابکاریایی در جامعه ما انجام دادن که درست کردنش زمان میبره. خدا نگهدارتون.